سلام دوستا، امید که جور و صحتمند باشین. بازم به ویدیوی جدید ما خوش آمدین. نظر به خواهش خواهرای ما که خواسته بودن اشبارگل برشون آماده بسازم و ما هم با شما وعده کرده بودم که ما به شما اشبارگل آماده می سازم که یکی از غذاهای آلمانی می باشه و بسیار مزه‌دار و مفید است. و امروز خواستم ما به یکی از سوپرمارکت های آلمان برم و ای را خریداری کنم و به شما آماده بسازم. البته باید گفت که اشبارگل به خاطر پاکاری کسی که تکلیف گرده دارن ای بسیار مفید است. خوب ببینین، اشبارگل به دو شکل پیدا میشه. یکی سفیدش میباشه و دیگه سبزش است که به این شکل میباشه. خوب ما از اردویش خریداری میکنم و ایره و شما آماده میسازم. البته اگر شما تکلیف گرده دارین ای بسیار مفید است، به خاطر که گرده را کاملا شستشوی میکنه و تمام میکروبش از بین میبره. و شما میتونین که به طریقی بسیار ساده ای را آماده بسازین. البته ای با کچولوی جوش داده شده آماده میشه. کالما تمام شد به شما دانه دانه آماده میسازم. و همچنان ساس ازی در بازار آماده پیدا میشه و اگر شما یاد نداشتین میتونم ساس شم به شما در خانه آماده بسازم. خب شما میتونین نیره با مرغ، با گوشت و یا با هر غذایی که خواسته باشین میتونین ایره نوش جان کنین. خب ما ایره آماده ساختم به این شکل و خدا کنه که شما هم برتان خوشایند باشه و آماده بسازین و خوشتان بیه. در قدم اول ما کچالو را میگیریم و ایره جوش میدیم. البته ما 1 کیلو کچالو گرفتیم و بعدا این کچالو را پوست میکنیم و به این اندازه خرد خرد توته میکنیم و این را داخل مسکه کمی سرخ میکنیم. البته بالای از این نمک، مرچ، پاپریکا، تیمیان و کچالو جوش داده تمام شد مخلوط میکنیم و این را خوب سرخ میکنیم. خوب همی که این یک اندازه پشت روی سرخ شد، بعدا ما این را کنار میگذاریم. البته اگر شما خواسته باشین میتونین مرچ سرخ یا مرچ پاپریکا هم اضافه کنین. اگر اطفال خرد دارین میتونین از مرچ پاپریکا استفاده کنین. و اگر شما میخواین که کم تندتر باشه طعمش میتونین از مرچ سرخ تند استفاده کنین. خب حالی کاملا ببینین سر روغن آمد، سرخ شد و آماده شد. بعدا ما امی اشبارگل که 2 کیلو ما گرفتیم و یک اندازه از سبزش هم خریداری کردم، ایره به این شکل پوست میکنیم. البته قسم پوست میکنیم که ما سرش قطع نمیکنیم، تنها پایینش تا جایی که کمک سخت است او را قطع میکنیم و ایره تمامش پوست میکنیم و بعدا ایره داخل آب قرار میدیم. البته باید گفت که این اردوش بسیار مزه‌دار است، اما سبزش از سفیدش هم کرده مزه‌دار تر است و شما میتونید اردوش آماده بسازین و به می شکلی را ما پاک ستره پوست میکنیم و این را بعدا پاک ستره میشویم و داخل آب به این شکل قرار میدیم داخل یک ظرف. خب من ساسشم به شما معرفی میکنم که ساس اشبارگل گیر به نام هلندی ساس نیزیاد میکنن و این در قطعی ها به دو شکل میباشه، یکی برنگ سفید و یکی برنگ آبی که خود همی اشبارگل تصویرش هم پشت قطعی قرار داره. بعدا ما یک کاسه رو میگیریم و یا دیگه و داخل از این ما همی ساس با لیمو و مرچ سیاه اضافه میکنیم. همی که ایره اضافه کردیم تمام شد خوب مخلوط میکنیم و ایره بالای منقل میمانیم تا ای کاملا گرم شود. البته ساسش کاملا آماده است، فقط ما ایره گرم میکنیم. خوب حالا ساسش هم آماده شد و همی که آماده شد یک اندازه نمک دریایی یا نمک عادی، هر کدامش که نزد شما آماده باشه میتونین از او استفاده کنین. کم بالا از این میریزیم و ایره خوب مخلوط میکنیم. در قدم بعدی در یک دیگ ما
آب میمانیم که کاملا جوش شوه و یک اندازه نمک و امی اشبارگل را که ما در آب ترک در مانده بودیم ایره تنها اشبارگل داخل امی آب جوش و نمک اضافه میکنیم. خوب امی که ایره اضافه کردیم ایره میمانیم تا جوش بخوره. البته باید شما بسیار متوجه باشین که ای جوش بخوره اما کاملا نرم نشه. فقط وقتی که شما ای را با دستتان چک کنین ای باید کمک احساس کنین که ای پخته شده. خب امی که تمامش اضافه کردیم بعدا بالای ازی اگه خواسته باشین باز میتونین کم نمک دریایی اضافه کنین و یا هر نمکی که خواسته باشین. البته ابتدا سر ازی را بسته میکنین و میمونین که خوب ای جوش بخوره. امی که ای کاملا جوش خورد و آماده شد بعدن ببینین بعضا از آبش هم استفاده میکنن که آبش هم بسیار مفید است و مخصوصا کسایی که تکلیف گرده دارن. خب من اگه اندازه نمک دریایی هم روی ازی میپاشم و حالا ای کاملا آماده شدم. خب ایره در یک جالی صاف میکنم و ایره داخل یک ظرف میچینیم. خب آل ساس شم میمانیم تا گرم شوه. بعدا تمام امی اشبارگلا را روی قوری میکشیم به این شکل تزین میکنیم. بعدا بالای ازی یک اندازه از امی ساس را که مانده بودیم کاملا گرم شده ای را روی ازی میریزیم و این ساسش بسیار مزه‌دار است. شما میتونین از این ساس آماده خریداری کنین و ایره آماده بسازین. همی که ای آماده شد بعدن ما ایره با کچالو تزین میکنیم. البته همی کچالو جوش داده که آماده ساختیم و همچنان یک اندازه سلات آماده ساختم و گوشت مرغ. و شما میتونین به این شکلی را آماده بسازین و با فامیل محترمتان نوش جان کنین. ای هم بسیار مزه‌دار است و هم بسیار مفید. و اگه ای کلیپ ما خوشتان آمد حتما لایک کنین، با دوستایتان شریک بسازین و در صورت که کدام سوال داشته باشین میتونین از طریق کامنت بپرسین. همچنان اگه بعضی غذایی را که شما خوش دارین و طریقیش را نمیفهمین که به شکل آماده میشه، غذای خارجی هم اگه باشه شما میتونین به ما نوشته کنین نامشه، ما رو به شما آماده میسازم. خب دوستو تا ویدیوی بعدی خداوند یار و مددگارتان باشه. خدا حافظ.